Use Iran to its advantage and solve it. با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. حملات به روحانی پس از درخواست او برای همه پرسی افزایش یافته است. فرمانده سازمان بسیج از حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته صادقانه اعتراف کنند که دیگر انقلابی نیستند. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد نیز گفته برخی به غرب برای مذاکره درباره موشک‌های ایران کد می‌دهند. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد میگوید منظور حسن روحانی از اینکه اقتدار به موشک نیست کد دادن برای روی میز آوردن موضوع موشک در مذاکرات با غرب است. حسن روحانی هفتم دی ماه گفته بود رسیدن به اقتدار تنها در برد موشک و سلاح‌های نظامی نیست و اگر در کشور انواع سلاح داشته باشیم اما برای گوشت، گندم، جو و روغن به دیگران نیازمند باشیم و دست ما به بیرون دراز باشد اقتدار حاصل نمی شود. در همین راستا محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج نیز در سخنان کنایه آمیزی از حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته صادقانه اعتراف کنند که دیگر انقلابی نیستند و گفته زمام امور به کسانی که 28 صفر اسکی روی آب می کنند داده نخواهد شد. آقای نقدی این سخنان را پس از اینکه روحانی اعلام کرد آرمانهای جمهوری اسلامی به سانتریفیوژها وصل نیست و بهتر است درباره مسائل مهم همه پرسی برگزار شود بیان کرده است. برخی کارشناسان سیاسی این خواست روحانی را به طور مشخص مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ناکامی در حل و فصل بحران در پرونده هسته‌ای تهران ارزیابی کردند. فرمانده سازمان بسیج هم در واکنش به این سخنان روحانی گفته آرمان جمهوری اسلامی تنها نابودی کاخ سفید و محو اسرائیل است. وی بی آنکه نامی از روحانی و هاشمی ببرد افزوده هر کسی به نام خردگرایی روی این آرمانها خط کشیده و از تعطیلی مبارزه حرف میزند باید صادقانه بگوید که انقلابی نیست. نقدی اضافه کرده امروز حجتی برای تعطیلی مبارزه نداریم چرا که عظمت ایران در منطقه و شکست‌های پی در پی اسرائیل و آمریکا نشان دهنده درستی مبارزه است. رئیس سازمان بسیج همچنین گفته انقلابی‌های قلابی که برای خدا کار نکردند و امروز با از دست دادن شور جوانی و به نام عقلانیت و خردگرایی حرف از تعطیلی مبارزه میزنند بیخرد هستند. وی این انقلابیون قلابی را افرادی معرفی کرده که خود را برای به دست آوردن ریاست و ثروت در صف انقلاب جا زدند اما امروز با افزایش سن حرفهای سازشکارانه میزنند. نقدی اضافه کرده آنها معتقدند مبارزه باید تعطیل شود و انتظار هم دارند که ما زمام امورمان را دست آنها بدهیم. این فرمانده سازمان بسیج افزوده کسانی که در روز 28 صفر به شکار می روند و در روز عاشورا اسکی روی آب می کنند می خواهند زمام امور ما را به دست بگیرند. ابراز تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز یکشنبه برای همه پرسی درباره مسئله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد واکنش‌های موافق و مخالف زیادی در دو روز گذشته به دنبال داشته است. تحلیلگران میگویند اشاره روحانی به مسئله پرونده هسته‌ای است که او خواستار همه پرسی درباره آن شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه برای پاسخ به سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی مجلس حاضر شد. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و 40 نماینده دیگر از آقای ظریف خواسته بودند که در مورد نادیده گرفتن مصادیق حقوق هسته‌ای ملت ایران در توافقنامه ژنو به مجلس توضیح دهد. آقای ظریف گفت طرفهای مذاکره با ایران دیگر از اصل غنیسازی یا تعطیل کردن سایت غنیسازی فردو صحبت نمی کنند و بحث بر سر میزان غنیسازی است و بس. وزیر امور خارجه ایران برنامه هسته‌ای ایران را یک امر ملی و فراجناهی خواند و به نمایندگان اطمینان داد که دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای هیچ هدف سیاسی و جناحی را در مذاکرات دنبال نمی کند. مجلس با 125 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از توضیحات آقای ظریف قانع شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ایران از مدیران این دانشگاه خواست که نگذارند فضای دانشگاه گرفتار ترس، وحشت و تقیه شود. وی تاکید کرد که مدیران دانشگاه حق ندارند برای اساتید به دلیل مباحث تحقیقاتی پرونده درست کنند. آقای هاشمی رفسنجانی گفته رشد و ترقی علم در شرایط آزاداندیشی اتفاق می‌افتد و اگر افراد جرأت بیان تحقیق خود را نداشته باشند این آزاداندیشی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 22 مهر با انتقاد از آنچه روند معیوب نابجای بازنشستگی زود هنگام اساتید نامید گفت اینطور نباشد که استاد در بیان عقاید خود آزاد نباشد. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 84 دور جدیدی از اخراج استادان دانشگاه در ایران آغاز شد و اساتید منتقد اخراج یا به اجبار بازنشسته شدند. نیروهای امنیتی حکومت ایران سعید پورهیدر روزنامه نگار را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سعید پورهیدر دو بار در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب تهران در سال 89 او را به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما حکم زندان او به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد. این روزنامه نگار پس از دادگاهش در آذر ماه سال 1389 با قرار وثیقه از زندان آزاد و از ایران خارج شد، اما حدود 1.5 ماه پیش دوباره به ایران بازگشت. سخنگوی شورای شهر تهران میگوید شهرداری باید اسناد هزینه خدمترسانی در مراسم اربعین را که ظاهراً بیش از میزان مصوب بوده ارائه کند. مراسمی که شیعیان به مناسبت 40مین روز واقعی کربلا برگزار می‌کنند امسال توسط شهرداری تهران با هزینه‌های گزاف در کربلا برگزار شد. شهرداری تهران و بسیاری دیگر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی هزینه‌های زیادی صرف مراسم اربعین امسال در کربلا کردند که به گفته وزیر کشور هنوز میزان دقیق آن مشخص نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران پیشتر گفته بود بیشتر هزینه‌ها از محل کمک‌های مردمی و منابعی بوده که دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان هلال احمر هزینه کردند. در این میان درباره بودجه‌ای که شهرداری تهران صرف مراسم اربعین امسال کرده ابهام‌هایی وجود دارد و شورای شهر خواستار برطرف کردن آنها شده است. رضا تقیپور سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به 5 میلیارد تومان اعتبار تصویب شده برای خدمات رسانی به زائران در شورای شهر احتمال می‌دهد که شهرداری بیش از این رقم هزینه کرده باشد. آقای تقیپور به ایلنا گفته است چنانچه مشخص شود بیشتر از مبلغ مصوب شده هزینه شده است یا با آن مخالفت می شود یا در قالب متهم و ردیف هایی که قابل انجام است باید ساماندهی شود. در حال حاضر به دلیل نبود این اسناد نمی توانیم درباره آن قضاوت کنیم. استاندار کربلا عقل الترهی در جمع خبرنگاران ایرانی از اعتبار 5 میلیارد تومانی شهرداری تهران ابراز بی‌اطلاعی کرده و تاکید می کند هزینه غذا و سکونت 3000 داوطلب ایرانی که برای کمک به کربلا رفته بودند توسط استانداری این شهر تأمین شده است. معاون خدمات شهرداری تهران پیشتر از اعزام 2500 نفر از سوی بسیج شهرداری به عراق خبر داد که قرار بود از 17 تا 23 آذر ماه برای نظافت ورودی‌های کربلا و خود شهر در منطقه مستقر شوند. مسام امرودی معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری 17 آذر اعلام کرد بسیج این نهاد 3000 نیروی داوطلب را برای نظافت کربلا و خدمات رسانی به زائران سازماندهی کرده است. وی به خبرگزاری فارس گفته بود که 118 دستگاه اتوبوس شرکت واحد در 40 کیلومتری انتهایی مسیر نجف تا کربلا در مسیری که دولت عراق مشخص کرده به صورت 24 ساعته زائران را حمل می کنند. وی همچنین از راه اندازی 4 ایستگاه صلواتی در مسیر نجف تا کربلا و در شهر کربلا خبر داده که در آنها ظرفیت پذیرایی برای 6000 نفر به صورت روزانه فراهم شده است. فهرست خدمات شهرداری به زائران کربلا بسیار طولانی است. افزون بر این دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز امکانات و بودجه فراوانی صرف مراسم اربعین کردند که جزئیات آن تاکنون روشن نشده است. با توجه به معضلات شهر تهران از جمله وجود هزاران بیخانمان که در زمستان با مشکلات جدی روبرو هستند، هزینه‌های میلیاردی شهرداری در کربلا با انتقادهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. به نظر می‌رسد هدف جمهوری اسلامی از تبلیغات گسترده و صرف هزینه‌های سرسام‌آور در مراسم اربعین امسال فراتر از عزاداری برای سومین امام شیعیان باشد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 20 آذر در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر حساسیت اربعین امسال این مراسم را روز مانور شیعیان خوانده و گفته بود: قطعاً پخش تصاویر میلیونی عزاداران حسینی میتواند عظمت و قدرت شیعیان را به جهانیان ثابت کند. نقوی حسینی در عین حال ادعا کرد که تجمع میلیونی شیعیان در کربلا باعث ترس و وحشت گروه تروریستی داعش می شود. شماری از تحلیلگران قدرت نمایی در برابر جهانیان را انگیزه واقعیتر ایران در اربعین امسال ارزیابی می کنند و معتقدند منظور از این جهانیان بیش از دیگران آمریکا و عربستان سعودی است. بر این اساس جمهوری اسلامی قصد دارد خود را رقیب قدرتمند عربستان در منطقه معرفی و از این طریق آمریکا را به نرمش در مذاکرات هسته‌ای ترغیب کند. بنابر گزارشی تازه از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، مدافعان کرد کوبانی توانستند نیروهای حکومت اسلامی را از 80% این شهر شمالی سوریه بیرون کنند و دوشنبه 15 دی ماه کنترل مناطق مهم دولتی و امنیتی آن را نیز در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید گروه کرد مدافعان خلق که ماهاست علیه پیکارجویان گروه تروریستی داعش میجنگند کنترل کامل منطقه امنیتی شهر را در دست دارند. کنترل این منطقه از 18 مهر ماه در دست نیروهای داعش بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول ادریس نیسان از مقام‌های ارشد کوبانی نقل کرده است: با پیشروی مدافعان شهر و افزایش حملات هوایی امیدوار است کنترل کامل شهر تا چند روز آینده به دست نیروهای کرد بیفتد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد کشورش در خصوص برنامه هسته‌ای ایران کوتاه نمی‌آید و کاملا محکم باقی می‌ماند تا مطمئن شود که تهران در پی دستیابی به سلاح اتمی نیست. آقای هولاند تصریح کرد اگر ایران به روشنی اعلام نکند که برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای را رها کرده است، توافقی با این کشور در کار نخواهد بود. آقای هولاند در عین حال ایران را یک شریک در برقراری ثبات در سوریه و عراق دانست. این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که مقام‌های فرانسوی پیشتر تأکید کرده بودند که همکاری ایران در مقابله با داعش و برنامه هسته‌ای این کشور را دو موضوع جداگانه می‌دانند. ائتلاف ملی سوریه، اصلی ترین ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، خالد خوجه را به عنوان رئیس آن تشکیلات انتخاب کرد. در انتخاب شورای عمومی ائتلاف ملی سوریه در استانبول ترکیه، خالد خوجه توانست 56 رأی به دست آورد، در حالی که رقیب او نصر حریری دبیرکل پیشین این ائتلاف 50 رأی کسب کرد. آقای خوجه به سیاست‌های دولت ترکیه نزدیک است و با این انتخاب او جانشین هادی البهره می شود که به مدت 3 ماه رئیس ائتلاف ملی سوریه بوده است. ارزش یورو به پایین‌ترین میزان آن در 9 سال گذشته رسید. قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز برای نخستین بار ظرف 5 سال و نیم گذشته به کمتر از $50 برای هر بشکه رسیده است. بازارهای سهام هم روز گذشته شاهد افت شدیدی بودند. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده که قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت، نفت شاخص آمریکا، با $2.82 کاهش در پایان روز دوشنبه 15 دی به $49.87 در هر بشکه رسیده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با $3.55 کاهش به $52.87 رسید که بیانگر افتی 6.29% است. در همین حال خبرگزاری رویترز سخنان جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید را منتشر کرده که گفته است سقوط قیمت نفت به نفع اقتصاد آمریکاست. قیمت هر گالون بنزین در اکثر نقاط آمریکا به زیر $2 رسیده و این به گزارش رویترز باعث افزایش فروش اتومبیل در ایالات متحده شده است. افزایش صادرات نفت روسیه و عراق در سال جدید میلادی اصلی ترین دلایل کاهش قیمت نفت عنوان شده است. ارزش یورو نیز به پایین ترین میزان آن در 9 سال گذشته رسید. بنابر پیش بینی ها، پیامدهای منفی نرخ تورم در منطقه یورو و عدم ثبات سیاسی در یونان، بانک مرکزی اروپا را به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی و تسهیل کمی مجبور خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال کاهش دوباره ارزش سهام در بورس آتن و همچنین سقوط بهای نفت، بازارهای سهام اروپایی زیر فشار قرار گرفتند. ارزش سهام در بازار وال استریت نیز کاهش یافته است، به طوری که شاخص داو جونز در بورس نیویورک 314 واحد کاهش نشان می‌دهد، اما کاهش ارزش یورو به میزان $1.19 پایین‌ترین سطح از مارس 2006 است. سرمایه‌گذاران امیدوارند بانک مرکزی اروپا مانند بانک‌های مرکزی آمریکا و ژاپن به فروش اوراق قرضه اقدام کنند. این امیدواری با مصاحبه روز جمعه 2 ژانویه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، با یک روزنامه آلمانی تقویت شد. ماریو دراگی گفت در حال حاضر بانک مرکزی اروپا در مقایسه با 6 ماه پیش برای حفظ ثبات ارزش یورو با مشکلات بیشتری مواجه شده است. اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند بهای کالای مصرفی منطقه یورو در ماه دسامبر 0.1% کاهش داشته است. این اولین کاهش از سال 2009 محسوب می‌شود که به امیدواری‌ها نسبت به اقدامات تسهیلی بانک مرکزی اروپا در اولین نشست سال جدید که در 22 ژانویه برگزار می‌شود دامن زده است. خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد وضعیت سیاسی یونان نیز یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در مسائل مالی اروپا بود. احتمال برگزاری انتخابات در اواخر ماه ژانویه بحث درباره مسائل خروج یونان از منطقه یورو را تقویت کرده است. آلمان همچنان از ثبات منطقه یورو و حفظ تمامی اعضای آن حمایت می‌کند. سخنگوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که دولت آلمان خواستار باقی ماندن یونان در منطقه یورو است. رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند آلمان معتقد است خروج یونان تأثیری در اتحادیه اروپا نخواهد داشت. فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت به شرط آنکه آمران به معروف وارد برخورد عملی نشوند از آنها حمایت می‌کنیم. اسماعیل احمدی مقدم هشدار داده کسانی که با آمران به معروف برخورد تند کنند، نیروی انتظامی نیز با آنها برخورد تند خواهد کرد. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی ایران از مصوبه مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انتقاد کرده بود. ناجا همچنین از احتمال تداخل وظایف بین آمران به معروف و پلیس ابراز نگرانی کرده بود. وبسایت علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از شامگاه 15 دی از دسترس خارج شده است. ساعتی پیش از این واقعه، سخنگوی قوه قضاییه از احتمال تعقیب قضایی آقای مطهری خبر داده بود. علی مطهری در سالهای اخیر انتقادات تندی را از دستگاه قضایی، شورای عالی امنیت ملی و حتی رهبر جمهوری اسلامی به علت ادامه حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدون حکم قضایی بیان کرده است. گفته شده که وبسایت آقای مطهری به علت پایان مهلت ثبت دامنه از دسترس کاربران خارج شده بود که با تمدید آن دسترسی به محتوای این وبسایت دوباره برقرار شده است. عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران از حذف برخی شخصیت‌ها از تاریخ انقلاب سال 1357 و جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای سلیمی نمین به حذف تصاویر صادق قطب‌زاده از کنار روح‌الله خمینی اشاره کرده و گفته این اقدام حذف بخشی از تاریخ انقلاب است. وی به نقد مستند انقلاب 57 هفته پخش شده از شبکه من و تو پرداخته و به طور تلویحی گفته از برخی اسناد داخلی در ساخت این مستند استفاده شده است. پخش مستند 5 قسمتی انقلاب 57 از سوی شبکه من و تو بازتاب‌های گسترده‌ای داشته، به طوری که سپاه نیز اعلام کرده در ساخت این مستند از آرشیو یک نهاد امنیتی استفاده شده است. آیت الله محمد رضا نکونام، نواندیش دینی و از مدرسین حوزه علمیه قم، پنجشنبه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. آیت الله محمد رضا نکونام از مدرسین حوزه علمیه قم از چند روز قبل در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرد. این پژوهشگر و استاد حوزه که از جمله علمای نواندیش حوزوی محسوب می شود، پنجشنبه گذشته در پی هجوم مأموران به منزلش بازداشت شد و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. این استاد حوزه علمی قم چندی قبل به شدت از کسانی که به خاطر آشنا نبودن با ابزارهای جدید میگویند اینترنت و فیسبوک حرام است انتقاد کرده و گفته بود: من به طلبه هایم گفتم بر شما واجب است که فرش زیر پایتان را بفروشید و بروید لپتاپ یا تبلت بخرید. گفتم اگر نتوانید برای 1 میلیارد حرف بزنید مفت نمیارزید. مسلمان کسی است که متمدن باشد، متدین باشد، نه اینکه خرف باشد. او تنها چند روز پس از انتشار سخنان مکارم شیرازی علیه اینترنت پرسرعت از پایین بودن سرعت اینترنت در کشور انتقاد کرد و گفت: ما با اینکه این همه حلق اینترنت را فشار داده ایم و سرعت اینترنتمان در حد گاری است، بچه‌های مدرسه نرفته ما همه با اینترنت و کامپیوتر کار می‌کنند. من می‌گویم به جای حلزون شدن سوار این قطار جهانی شویم. اینترنت یک قدرت است. بلد نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمی‌تواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیسبوک استفاده کند، میگوید همه اش حرام است. آیت الله سید حسن کاظمینی بروجردی نیز از جمله دیگر روحانیانی است که به علت مخالفت با ولایت فقیه و تأکید بر ضرورت جدایی دین از حکومت سالهاست در بدترین شرایط در زندان به سر میبرد و اخیراً رژیم از دادن داروهای او که در زندان به بیماری قلبی و دیابت دچار شده خودداری کرده و خواستار و حضور او در تلویزیون و ستایش از رهبر رژیم شده است. آیت الله بروجردی بارها این تقاضای وزارت اطلاعات رژیم ایران را رد کرده است. آیت الله رستگاری از شاگردان مرحوم آیت الله کاظم شریعت مداری نیز به سبب مواضع ضد ولایت فقیهیش بارها مورد آزار و بازداشت قرار گرفته است. بعد از اعدام شیخ فضلالله نوری توسط مشروطه خواهان، این رژیم جمهوری اسلامی بود که روحانی کشی را باب کرد و کسانی همچون مرحوم شریف الدین مشکور و سید عبدالرضا حجازی و سید جواد ذبیحی و دکتر سید محسن بهبهانی و حجت الاسلام مهدوی را به قتل رساند و یا اعدام کرد. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، برگزاری دهه محسنیه در ایران را اقدامی از سوی تشیع انگلیسی دانسته است. دهه محسنیه به برنامه‌ای گفته می شود که در سالهای اخیر از سوی گروهی از شیعیان در ایران رواج یافته است. 28 صفر تا 8 ربیع الاول از سوی این شیعیان به نام ایام محسنیه نامگذاری شده و آنها همه ساله با فرارسیدن این ایام برای جنین سخت شده حضرت زهرا عزاداری می کنند. برگزاری این مراسم در ابتدا مورد حمایت گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی بود، اما شماری از آنها میگویند جریان سید صادق شیرازی پشت سر این برنامه‌ها قرار دارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رئیس جمهوری ایران در این زمینه شد. وزارت کار ایران در دولت اول محمود احمدی‌نژاد با عدم ارسال مصوبات مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به روزنامه‌های رسمی آن را منحل اعلام کرد. دفتر این انجمن نیز تابستان 1388 با فشار دولت وقت پلمب شد، در حالی که هیئت مدیره این انجمن میگوید هنوز بعد از 5 سال اوراق قضایی مربوط به پلمب آن در اختیار انجمن قرار نگرفته است. نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین عنوان می‌کند برخی مقامات دولتی در اقدام غیرقانونی در پی راه‌اندازی تشکل موازی با این انجمن هستند. بیش از 700,000 نفر از بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه‌ها بیش از 700,000 نفر از بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه هستند و به زودی 4.5 میلیون نفر نیز با آنها افزوده می شود. مقامات وزارت کار اعلام کردند به زودی 5,300,000 کارجوی فارغ التحصیل دانشگاهی راهی بازار کار خواهند شد و مسئولان باید در این باره برنامه‌ریزی جدی داشته باشند. معضل بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی یکی از بزرگترین مسائل و چالش‌های پیش روی دولت روحانی میباشد. حمله اصولگرایان تندرو به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته‌ای و برگزاری همه‌پرسی ادامه دارد. ظاهراً اشاره او به مسائلی چون مذاکره با غرب و پرونده هسته‌ای است. حسن روحانی صبح یکشنبه 14 دی ماه در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران امکان مراجعه به آرای عمومی مردم را یکی از اصل‌های قانون اساسی خواند که از روز اول تا کنون اجرا نشده است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سالها و دهه‌هاست که به سیاست یارانه می‌دهد گفت بیایید یک دهه هم امتحان کرده و سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد. یکی از مثالهای مورد نظر روحانی میتواند سیاستهای هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد که در سالهای گذشته باعث اعمال تحریمهای فلج کننده علیه این کشور شده و اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. آقای روحانی با تاکید بر شعارهای خود درباره ضرورت تعامل با کشورهای جهان گفته بود تجربه زندگی سیاسی ما نشان می‌دهد که کشور نمی‌تواند با انزوا رشد مستمر داشته باشد. حسن روحانی ضمن دفاع از مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 خاطر نشان کرده بود که مذاکره بر سر میزان غنیسازی اورانیوم به معنای دست کشیدن از آرمان‌ها نبوده و اصول و آرمان‌ها به سانتریفیوژها وصل نیست. این بخش از سخنان روحانی و اشاره او به همه‌پرسی از سوی محافظه‌کاران با انتقاد شدید و در رسانه‌های نزدیک به دولت با استقبال روبرو شد. روزنامه ابتکار در سرمقاله روز دوشنبه خود در دفاع از سخنان روحانی نوشت ضرورت استفاده از رفراندوم در کشور قابل انکار نیست، حتی اگر این واژه به مذاق عده‌ای خوش نیاید. در مطلب دیگری که زیر عنوان قانون اساسی و حق مردم در همه‌پرسی در روزنامه ابتکار منتشر شد، نویسنده از اثر مخرب مسئله هسته‌ای بر اقتصاد کشور و گره خوردن زندگی مردم با نتیجه مذاکرات سخن گفته و تاکید می‌کند که همه‌پرسی منطقی‌ترین و عاقلانه‌ترین گزینه ممکن برای گذر از مسئله مزمن هسته‌ای است. سردبیر روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی با عنوان سانتریفیوژها عینیت آرمان هاست از سخنان روحانی انتقاد کرده و می نویسد سانتریفیوژها به آرمان ما وصل است، همچنان که خاک ایران به آرمان ما وصل است. حسین نقوی حسینی سخنگوی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در یادداشتی که در روزنامه قانون منتشر شد نوشت قطعاً آرمان‌های هر ملت و کشوری به قدرت ملی او مربوط می‌شود، اما این صحبت رئیس جمهور مبنی بر اینکه آرمان‌های ما به سانتریفیوژ وصل نیست خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. در کنار این موضع‌گیری‌های متفاوت، نکته‌ای که از اثر برخی رسانه‌ها دور نمانده، انگیزه و مخاطب واقعی حسن روحانی در طرح ضرورت استفاده از همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در 2 اصل به امکان رجوع به آرای عمومی مردم اشاره شده است، یکی در اصل 177 برای بازنگری در این قانون و دیگری در اصل 59. در 35 سال گذشته یک همه پرسی در ایران برگزار شد که موضوع آن بازنگری در قانون اساسی بود و به افزایش چشمگیر اختیارات ولایت مطلقه فقیه منجر شد. در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که ولایت مطلقه فقیه تعیین کننده سیاست‌های کلان نظام است، راه مستقیمی برای مراجعه به آرای عمومی برای تصمیم‌گیری درباره مسائل بسیار مهم وجود ندارد. از این منظر بعید نیست مخاطب پیام روحانی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و دعوت از او به تمکین به نظر مردم در مورد مذاکره با غرب و حل مناقشه هسته‌ای باشد. آقای روحانی مهرماه سال 92 و پس از سر و صدایی که بر سر گفتگوی تلفنی تاریخی او با همتای آمریکاییش به پا شد اعلام کرد که از دو مؤسسه نظرسنجی خواسته نظر دقیق مردم را درباره این گفتگو به عنوان گام نخست دولت برای بهبود روابط دو کشور جویا شوند. اعلام انجام نظرسنجی که تاکنون از برگزاری و نتایج احتمالی آن خبر رسمی منتشر نشده، همان زمان با مخالفت‌های شدید محافظه‌کاران و حامیان خامنه‌ای روبرو شد. سایت خبری نامه که گفته می شود به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نزدیک است، 25 مهر سال پیش بدون ذکر منبع خود نوشت 80 تا 90% پرسش شوندگان تا آن تاریخ با تحول در روابط ایران و آمریکا موافق بودند. سازمان اطلاعات اسرائیل اعلام کرد که یک سلول تروریستی را در کرانه باختری رود اردن کشف کرده که 2 ماه قبل در الخلیل وارد یک شبکه تروریستی متصل به داعش شده بودند. به گفته این محافر 3 نفر در صدد بودند یک سرباز اسرائیلی را به قتل برسانند و سلاحش را برای استفاده در حملات بعدی به سرقت ببرند. یکی از این 3 جوان در دادگاهی نظامی در کرانه باختری رود اردن محاکمه شده و 2 تن دیگر در روزهای آتی به دادگاه می روند. یک کمیته پارلمانی در ترکیه که مسئول تحقیق درباره پرونده وزرای متهم به فساد در این کشور شده، در یک رأیگیری با محاکمه این وزرا در دادگاه مخالفت کرد. این 4 وزیر دولت رجب طیب اردوغان حدود 1 سال پیش همزمان با بالا گرفتن رسوایی و اتهامات مربوط به فساد مالی در میان اعضای دولت از سمت خود کناره‌گیری کردند. دادستانی ترکیه آنها را به گرفتن رشوه و سوء استفاده از مقام دولتی متهم کرده بود. هواپیمای جنگی ارتش لیبی کشتی تانکر نفتی متعلق به یونان را مورد حمله قرار داد. در این حمله 2 خدمه تانکر نفتی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز کارکنان کشتی یونانی در زمان حمله نتوانستند هواپیمای حمله کننده را شناسایی کنند، اما ارتش لیبی مسئولیت حمله را به عهده گرفته. تانکر آروو متعلق به یونان توسط شرکت ملی نفت لیبی اجاره شده بود و با پرچم لیبی در آبهای بندر دورنه لیبی حرکت می‌کرد. به پایان خبرهای امروز رسیدیم. با تشکر از همراهی شما. تا فردا، خدا نگهدار. Use Iran to its advantage and solve it.